آخرین ابزار از مجموع ابزارهایی که در این قسمت قرار داره ابزار آرتیستیک مدیا است که خصوصیت خاص خودش رو داره و کارهای مختلفی رو میشه باهاش انجام داد. خب آرتیستیک مدیا با کلید میانبر آی به معنی ابزار هنری 5 تا گزینه مختلف داره. اولین گزینه پریست ها هست، دومین گزینه براش، سومین گزینه اسپری یا حالا افشانه، چهارمین گزینه حالت کالیگرافیک یا خطاطی و پنجمین گزینه حالت اکسپرشن یا به اصطلاح استفاده از قلم دیجیتال هست. خب بریم سراغ گزینه اول. توی لیست گزینه اول یه سری موارد رو میبینین. خب بذاری من اینو کمی کوچیک کنم کورل رو. بله به سمت بالا میکنم به خاطر کرکی که کورل انجام شده براش این حالتی رو داره. خب نوع خطوط رو میبینین که آماده است. یعنی چی؟ یعنی من وقتی خطی رو آماده میکنم، انتخاب میکنم، از این خط شروع میکنم رسم کردن، برای من با زخامت های خاصی و حالت های خاصی این کار رو انجام میده. خب اتفاقی که میفته تو این کار، این زخامت ها توی کل خط هایی که داریم اعمال میشه. حالا چه یه خط بلند داشته باشم، چه یه خط کوتاه بکشم، چه یه خط منحنی پیچ در پیچ یا حالت های دیگه چنین چیزی رو داره، اون فرم خط روی کل کار میشینه. بعد از اینکه خط رو رسم کردیم میتونیم تغییر بدیم، از حالتهای دیگه استفاده کنیم یا به حالت قبل برگردیم. خب. مقدار فری هند اسموتینگ هست که خب قبلا راجبش صحبت کردم. مقداری یک نواخت شدن منحنی هنگام رسم رو برای من مشخص میکنه که کمک میکنه به اینکه منحنی خیلی بهتری داشته باشم یا منحنی پرگره و پیچیده تری. حالت بعدی استروک ویت هست، سخامت خطمون هست که در طول کار چقدر میشه. من میتونم مثلا اینجا مشخص کنم به فرض مثلا 5 سانتی متر. ببینین از چیزی که شروع میشه به چیزی که میرسه یک مدت زمانی زمان میبره تا اون حالت ایجاد بشه. اینجا 5 سانتی متر، همینطور میاد تا به 0 میرسه. گزینه اسکیل استروک ویت آبجکت هم چنین چیزی هست. بذاری من از این شکل دوبار کپی کنم، میارم اینجا، یه کات کشیدم دوره همش، کنترل جی میزنم گروپ میکنم، کنترل سی، کنترل وی. خب کاری که انجام دادم، حالا من کنترل یو رو میزنم میرم روی این ابزار. این گزینه رو برای این یکی غیر فعال کردم، برای دومی فعاله. حالا هر دو تا شکل رو بزرگ میکنم. ببینید چه اتفاقی افتاد. توی اولی که تغییر دادم این گزینه‌اش رو غیر فعال کردم، ببینید توی آرتستیک مدیا این رو گزینه‌اش رو غیر فعال کردم، اتفاقی که افتاد خطوط هم همون 1 سانتی متری که بود موندن. ولی توی شکل دومم زخامت خطم متناسب با شکلم زیاد شد، شد 6 و 6 و 8 دهم. حالا کجا به درد میخوره؟ یکی زمانی که بزرگ میکنیم خطها ظاهر خودشون رو حفظ میکنن. خب زمانی هم که کوچیک میکنیم، باز ببینید چنین اتفاقی میفته. ما میخواییم ظاهر قضیه حفظ بشه، پس واجبه که این گزینه چک مارکش باشه، مگر اینکه حالا دلیل خاص دیگه‌ای داشته باشیم چک مارکش رو برداریم. نشون دادن باندینگ باکسه که این رو هم برای رسم هامون غیر فعال میکنیم تا راحت تر بتونیم کارها رو انجام بدیم. خب سعی کنیم بیشتر این کارتون رو تو این صفحه اصلی انجام بدین. شیفت F4 رو بزنین تا صفحه زوم بشه و بریم سراغ ادامه کارم. گزینه بعدی براش هست. خب
توی این قسمت به علاوه یه سری تنظیمات هست، ممکنه مثلا نباشه توی کار. اینها رو چک کنین، اگر بود که مشکل نیست، ولی ممکنه مثلا میگم مثلا شما کالیگرافی رو نداشت، یا من میگم اکسپرشن به درد من نمیخوره الان چون من قلم دیجیتال ندارم پس حذفش کنم. میتونین اینها رو بیارین و کاستومایز کنین. خب گزینه بعد براش هست. آها یک گزینه دیگه، یه چیز دیگه که یادم رفت بهتون بگم، شما ممکنه مثلا یک شکلی رو خودتون رسم کرده باشین، بعد میایین سراغ آرتستیک مدیا، زمانی که اعمال میکنین روی این شکل، اون شکل خصوصیت آرتستیک مدیا رو به خودش میگیره. پس راحت میتونین اول شکل هاتون رو رسم کنین، بعد بیاین سراغ به اصطلاح آرتستیک مدیا تا این کارها رو، انتخاب ها رو انجام بدین. خب الان خیلی مثلا ممکنه بگم مثلا من الان مشکل دارم تو انتخاب این قسمت، بیاین از فکر میکنم توی داکر باشه، داکر افکت آرتستیک مدیا، خب اینجا راحت میتونین این لیست رو کامل ببینین، علائمی که جلوش داره مشخصه برای کدوم ابزار هست. اگه برای ابزار فقط آرتستیک میخواین توی قسمت بالا میتونین این گزینه رو انتخاب کنین. خب چون روش های مختلفی برای کار هست، ما مثلا نگران این نیستیم که یک روش جواب نده. خب در قسمت براش خودش کتگوری داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه قسمت بندی کرده و انواع مختلف سرها رو داخل خودش داره. مثلا نگاه کنین، باز هم من برم توی این قسمت شاید بهتر باشه. خب نگاه کنین براش های مختلف من رو. اینجا وقتی که من دارم کار میکنم، گزینه هایی که اینجا هست تو این قسمت خودشون رو نشون میدن. میتونم با استفاده از اینها کارهایی رو که میخوام انجام بدم. الان شاید مثلا یک شکلیه که من خواستم، حالا مثلا با طبق همین گزینه هایی که هست رسم رو انجام بدم و به یه چیزی برسم. خب میتونم از گزینه‌ای که میخوام چیزی که میخوام رو انتخاب کنم، ازش استفادهش رو بکنم یا استفادهش رو ببرم. خب توی این لیست میتونم انتخابم رو انجام بدم. تمام اینهایی که چنین علامتی دارن مربوط به همین گزینه براش هست. زمانی که رسم کردم و رسمم انتخابه، با انتخاب کردن هر کدوم از این گزینه ها میتونم کاری که میخوام انجام بدم. میتونین چندین گزینه رو انتخاب کنین و بیاین روی این خط ها تغییرات رو به صورت پیشنمایش یا اعمال شده ببینید. ممکنه حتی براش های اضافه تری هم اینجا باشه بر اساس کاری که میخواین. مثلا ببینین اینها رو ببینین، اینجا هم خیلی راحت تر میتونین اینها رو ببینین به خاطر همون مشکلی که توی آپدیت نرم افزار هست. حالا یه پیشنهاد من بهتون میدم، اگر اهل نقاشی کردن هستین کارهای خیلی ساده رو بکشین و با افکت هایی که اینجا بهش میدین یه حالت یا فرم خوبی رو براش ایجاد کنین و حالا توی شبکه اجتماعیتون به اشتراک بذارید. قاعدتا اگر با ایده باشه و مفهوم داشته باشه مسلما پیشرفت خوبی خواهید کرد. ببینیم مثلا، خب یه خاطرم تعریف کنم، من یکی از هنرجویان خودم با همین ابزارها دو تا کتاب کودک رو کار کرد که خب توی مقطع خودش فروش خوبی هم داشت. خب بعد از این ابزار، اگر این ابزار رو انتخاب کنم، میتونم هر گزینه که خواستم انتخاب کنم روی اون حالتش کلیک کنم تا اون حالت برای من ایجاد بشه. حالا با توجه به چیزی که رسم میکنین یا حالتی که میخواین چه این چیزی رو داره.
خب انتخاب ها رو هم که اینجا داشتم، از اینجا میتونستم انتخاب کنم. ضخامت رو میتونستم اینجا مشخص کنم که دقیقا میتونه ضخامت خط من رو مشخص کنه و بر اساس همون رسم رو انجام بده. این دو تا گزینه رو که توضیح دادم، این هم اسموتینگمون هستش. خب اگر ما بخوایم چیزی رو خودمون ایجاد کنیم، مثلا فرض کنیم من از ابزار فری هند استفاده میکنم، یه سری خط رو میکشم، اینها رو با هم انتخاب میکنم، میام رو آرتستیک مدیا، گزینه سیو رو میزنم. خب به اسم حالا مثلا یک سیوم رو انجام میدم. توی لیستم یک گزینه کاستوم اضافه میشه. این گزینه کاستوم طبق چیزی که من خودم ایجاد کردم به وجود اومده. حالا میتونم مثلا این کاری که انجام میدم مثلا چنین چیزی باشه. بذاریم مثلا یک دایره با فاندیشن کالر ریدیال و ضخامت صفر. مثلا فرض کنید چنین چیزی رو من میخوام، کنترل سی کنترل وی، یکی دوتا کوچکتر بزرگتر، حالا هر شکلی. میدونی مثلا منظورم اینه که مثلا دستتون بازه، با چرخش، با بزرگ کوچیک کردن کار میتونی اون چیزی که میخواین رو توی کارتون اعمال کنید. خب اینها رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت آرتستیک مدیا، گزینه سیو رو میزنم، این رو به عنوان دو ذخیره میکنم و توی کاستومم اضافه میشه. خب این هم یکیش فکر میکنم توی کاستومم اضافه شد. یک بار دیگه کنترل جی، میام تو آرتستیک مدیا به عنوان سه، ببینیم این حالت رو برای خودش پیدا کرده. حالا چیزی که هست اون گزینه رو کامل تمام شکل ها رو با هم دیگه مچ نکرده. خب فکر کنم به صورت گروپ نشه، ما بیایم آن گروپ کنیم و ویلد رو بزنم تا ببینم که این دفعه من تو آبجکت منیجر سر میزنم که ببینم مثلا به چه صورت در اومده. این دفعه بریم سراغ آرتستیک مدیا و یه گزینه 4 رو بزنم. موقعی که دارم کار میکنم از این گزینه استفاده کنم. خب این گزینه من نمایش داده نمیشه، احتمالا توی همون رنگ بندی از رنگ گرادیان استفاده کردم چه این حالتی براش پیش اومد. من کنترل زد میزنم، میام سراغ شکلم، کنترل یو، از رنگ معمولی استفاده میکنم. آرتستیک مدیا گزینه 5. خب پس مشکلمون گرادیان یا شیب رنگمون بود که ایجاد شده بود توی کار و درد سرساز شده بود. خب دوبار کلیک روی پیک تول میکنم و این گزینه رو، شکل ها رو حذف میکنم، صفحه رو خلوت میکنم. میام سراغ گزینه بعدی، گزینه اسپریر. اسپیر یه حالت خوبی داره. این دفعه شکل ها کنار همدیگه قرار می گیرن و یه مسیر رو می سازن. خب شکل ها رو می تونین انتخاب کنین که مثلا به چه صورتی باشه. وقتی که انتخاب کنین روی منحنی می شینه. حالا اینها تنظیماتی داره که می تونین ببینین. می تونین از لیستی که اینجا هست،
خب ما بیایم سراغ شکل ها. میخواین تمام این شکل هاست، این طرح هاست. از شکل هایی که اینجا قرار داره به عنوان کار استفاده کنید. خب اینها طوری هستند که مثلا تعدادشون توی خط تکرار میشه. قبلی براش طوری بود که اگه یه دونه بود چه خط اون مثلا 1 سانت باشه چه مثلا 30 سانت همون یه دونه تکرار میشد، ولی توی یکی به این صورت نیست و اجزای خط یکی یکی تکرار میشه. حالا با توجه به شکل هایی که هست میتونین حالت های مختلفی رو بکشین و داشته باشین. این گزینه گزینه‌ای بود که این هنرجوی من به عنوان کارهایی که برای کتابش میخواست انجام داده بود. خیلی از تصویرسازی رو حتی از اینها انتخاب کرده بود. مثلا فرض کنید مثلا آبجکت رو به این صورت گزینه های مختلف رو توی کارش داشت. خب تمام شکل هایی که اینجا رسم میکنیم اگر مثلا مستطیلی چیزی بکشم بعد بیام سراغ آرتیستیک مدیا مثلا گزینه رو روش اعمال کنم، روی اینها هم اعمال میشه. خب من این شکل رو دارم. یه سری تنظیمات داره اسپریر آپشن. زمانی که گزینه رو انتخاب کرده باشین و به این روش بهتون نشون میده چه چیزهایی هست، چه چیزهایی میتونه باشه. اسپری لیست چیزهایی که هست اینجا رو به شما نشون میده. که خب چون یک دونه است، حالت ریمووش غیر فعاله. و اگر حالا مثلا من این رو بردارم، ریموو رو بزنم. نیکنیم. پلیلیستم رو خالی کردم. اتفاقی که میفته میتونم ادال بزنم همش اضافه بشه. یعنی اینکه تک تک اضافه کنم روی یکی از شکلهای دیگه تا کاملا مشخص بشه چه چیزی رو دارم میگم. مثلا فود رو نگاه کنیم. این حالت شکلاتی های مختلف رو داره. روی این گزینه که بزنم تو این قسمت 14 تا ایمیج رو میبینم که این قسمت هم اضافه شده. اگر کلیر بزنم میتونم خودم انتخاب کنم که کدوم یکی ها اضافه بشه. مثلا من این 4 تا رو اوکی میکنم. اوکی که میزنم بر اساس همین 4 تا تکرارم انجام میشه. ما بقیه رو در نظر نمیگیره. خب اگر بخوام تنظیماتم بمونه بعدم باید ذخیره سازی رو انجام بدم که راجبش صحبت میکنیم. خب توی تنظیماتم سایز اسپری رو برای من مشخص میکنه به چه جوری باشه. خب توضیحی که زیرش داده نوشته سایز اجزای اسپری 100% اون ضخامتی که تعریف میکنیم باشه. خب یا اینکه مثلا کمتر باشه. مثلا فرض کنین یک مقداری خود این گزینه یک سایزی رو داره. اگه مثلا من میتونم این رو بگم کمتر باشه. ببینین بذاری من یا 100% باشه. طبق همون این سایز ها کوچکتر یا بزرگتر میشن و میتونین استفاده کنین. خب حالت قفلش که فعاله اجازه میده که اون گزینه های اسپری شده توی کار حالت بزرگتر یا کوچکتر متناسب داشته باشن، یعنی ابعاد متناسب تغییر کنه. ببینین گزینش هم غیر فعال شد. خب یه گزینه رندوملی داریم که من بخوام اینها رو بگم توی فوت‌ها یا پاها بهتر نمایش داده میشه. رد پای. خب این رد پا رو بریم. خب رندوملی کاری که انجام میده به صورت رندوم اینها رو پخش میکنه. گزینه بعد سیکونسلی. خب اینم بزنیم رو همون فود بریم. خب
یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشین، حجم اینها سنگین میشه بعد یه مدتی. شکل های اضافی رو من پاک میکنم که مشکلی نخوریم. بیایم راجع به همین شکل توضیح بدیم. خب برگردم. رندوملی به صورت رندوم اینها رو میذاره، برشم مهم نیست که چه تعدادی باشه چه جوری باشه. سکوئنشیالی به صورت منظم اینها رو تکرار میکنیم، دو تا گوجه، سه تا فلفل دلمه، دو تا کالباس، حالا مثلا گزینه های دیگه مجدد اینها تکرار شده. من اگه همین خط رو همینطوری ادامه بدم، این تکرار سکوئنسلی داخل خودش خواهد بود. این چیزی که الان ایجاد شده بر اساس تکرارهایی که اینجا خواهد داشت. خب من فکر میکنم یک دلیلشم گرافیک کاری که سنگین شده. من میام از اول خط رو رسم میکنم، گزینم رو انتخاب میکنم، ببینیم این شکل در اومد. حالا نگاه، اگر رندوملی رو بزنم خیلی نامنظم و هر کدوم هر جور که بخواد قرار میگیره. سکوئنشیالی به صورت منظم اینها تکرار میشن و بای دایرکشن بر اساس جهتی که هست هر کدوم در یک جهت ظاهر میشه. یعنی مثلا اگر من یک مستطیل داشته باشم بخوام از این گزینه استفاده کنم، با توجه به دایرکشنم هر کدوم از اینها در یک راستا قرار میگیرن. خب ببین کمی سیستم من داره کند عمل میکنه برای این گزینه هایی که اینجا هست. میریم سراغ گزینه های بعدی. Image per depth and image spacing. میگه فاصله بین آبجکت ها چقدر باشه. من میتونم این رو بیشتر کنم، مثلا بذارم 5. خب یا تعداد آبجکت ها رو به ازای هر ضربه قلم ببینم به چه صورت خواهد بود. حالا اینجا الان شما چیزی نمیبینین. خب من دارم آبجکت ها رو از هم جدا میکنم، روی بعدم راجبش بیشتر صحبت میکنیم. تو Object Manager Artistic Media انتخاب باشه، حتما میتونم از گزینه Brick Artistic Media Group Apart یا Control K استفاده کنم. اگر انتخاب نباشه نمیتونم. الان نگاه، مستطیلم خارج شد از اون حالت، اینها هم به صورت جدا قرار گرفتن. نگاه کنید زمانی که اونجا عدد 3 رو مشخص کردم، 3 دونه رو هم دیگه قرار گرفت، شاید دیده نشن چون گزینه‌ای که انتخاب کردیم، مثلا اینجا اگه من 2 رو میزنم رو هم دیگه میفتن. خب بریم سراغ تنظیم بعدی. بای دایرکشن این گزینه که اینجا اضافه کنم، اتفاقی که میفته اینها بر اساس به اصطلاح لیستی که ایجاد شده توی اسپری لیستم ایجاد میشه. پس نگاه کنیم به این صورت قرار گرفتن. خب من اضافات رو بردارم، این رو هم روی گزینه 1 بذارم، تعدادشون زیاد نشه. خب تنظیمات دیگه ای داریم. زاویه چرخش هست. زاویه چرخش رو من اگه یه خط راست بکشم، شکل هام با یک زاویه خاصی قرار میگیرن. حالا میتونم این زاویه رو مشخص کنم، بگم مثلا 25 درجه باشه. ببینین 25 درجه اضافه میشه به اون حالت در جهت خلاف عقربه های ساعت. اینکریمنت اینکه هر دفعه اضافه بشه، یعنی مثلا من اگه 10 درجه اضافه کنم، هر دفعه اینها 10 درجه 10 درجه چرخش
اضافه تری خواهند داشت. Relative to path کاری که انجام دادم بستگی به مسیر داره. Relative to page بستگی به صفحه داره. یعنی چی؟ یعنی با توجه به صفحه که ثابته اینها زاویه بهش اضافه بشه، ولی اگه تو مسیر باشه زاویه خود مسیر هم تأثیر میگیره از این رسم. Relative to path با مسیر داره تغییر میکنه. Increment رو من میزنم مثلا 10 درجه، با مسیر داره تغییر میکنه. اگر relative to page رو بزنم با توجه به صفحه این تغییر رو انجام میدم. خب دوباره کلیک میکنم رو شکل هم، همه رو فعلا پاک میکنم، دوباره از artistic media استفاده میکنم و این رو رسم میکنم. خب گزینه بعدی به درد اون رد و پاها میخورد. خب use offset، زمانی که use offset رو میزنم ببینید شکل ها روی یک خط قرار داره. use offset رو که میزنم اینها جابجا میشه. بریم سراغ footprint ها یا رد پاها تا بیشتر متوجه بشیم. من این رد پاها رو به این صورت دارم. وقتی که use offset رو میزنم مثلا من اندازه 2 سانتی متر اینها از همدیگه دور میشن. مقدار رو روی 1 میذارم و جهت رو بای دایرکشن این قسمت هم میام تنظیم میکنم. relative to path میزنم. خب و دایرکشن رو مشخص میکنم. alternating یعنی به صورت random، left یعنی فقط سمت چپ، random یعنی نامنظم و right سمت راست خط. من میزنم alternating یعنی یکی چپ یکی راست و زاویه چرخش بهش میدم. اینها انگار عمود بر خطن، 90 درجه من زاویه چرخش بهش میدم. به این به چه صورت در اومد؟ چه این حالتی توی کار من ایجاد شد. ببینید شکل های مختلفی که دارم به همین صورت هر کدوم رو انتخاب کنم طبق گزینه‌ای که هست قرار می‌گیره. خب ببخشید کورلم بسته شد، بازش کنیم و وارد ادامه کار بشیم. فکرم فایل رو از دست دادم. این گزینه سنگینی آرتیستیک مدیا چون اشیا بسیار چیزهای مختلف رو داخل خودش داره. ممکنه کمی کشش نداشته باشه. روی کار اعمال بشه. خب نگاهم میندازم ببینم چه چیزهایی رو همه گزینه ها رو داخل خودش داره. بریم گزینه بعدی. گزینه بعدی کالیگرافیک یا خوشنویسی هست. خب خوشنویسی توی نرم افزار اونقدر زیاد قوی نیست ولی باز هم یک جاهایی کمک کننده خواهد بود. شما وقتی میخواین چیزی رو بنویسین با توجه به اسموتینگ، این زخامت، بیشترین زخامت قلم و زاویه چرخش میتونین اینها رو مشخص کنین. من میتونم این رو مثلا 2 بذارم و زاویه چرخش رو مثلا 60 بذارم. با توجه به کاری که میخواین میتونین اینها رو مشخص کنین. خب
خب گزینه های بعدی هم چیز خاصی نداره و گزینه آخر اکسپرژن هست که برای قلم های دیجیتاله. توی کاری که الان من دارم انجام میدم تاثیر خاصی نداره. بعد تنظیمات رو انجام بدم، قلم دیجیتال رو نصب کنم، با توجه به فشاری که قلم من ایجاد میکنه برای کار، این تاثیرات رو توی کار میبینیم که بزرگتر یا کوچکتر رسم رو انجام میده.